از زمین تا آسمان آه است. میدانی چرا؟ یک قیامت گریه در راه است. میدانی چرا؟ بر سر هر نیزه خورشیدی است، یک ماه تمام. بر سر هر نیزه یک ماه است. میدانی چرا؟ اشهد ان لا شهادت، اشهد ان لا شهید، محشر الله، الله است. میدانی چرا؟ راه عقل از آن طرف، راه جنون از این طرف. راه عقل از آن طرف، راه جنون از این طرف. راه اگر راه است، این راه است. میدانی چرا؟ از رگ گردن بیا بگذر، که او نزدیک توست. فرصت دیدار کوتاه است. میدانی چرا؟ از کجا معلوم؟ شاید ناگهانت برگزید. از کجا معلوم؟ شاید ناگهانت برگزید. انتخاب عشق ناگاه است. میدانی چرا؟ از محرم دم بدم هر چند ماتم می چکد. از محرم دم بدم هر چند ماتم می چکد. باز اما بهترین ماه هست. میدانی چرا؟ سلام، عرض ادب و احترام تقدیم به شما بیننده های عزیز محترم. بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه خودتان، برنامه زنده روشن. و عزیزان و بزرگواران، در آستانه ماه محرم هستیم. پیشا پیش تسلیت عرض میکنم خدمت شما عزیزان و بزرگواران. همونطور که میدونید این روزها همه درگیر آمادگی گرفتن برای عزاداری های ماه محرم هستن. انشالله که عزیزان عزاداری هایتون مقبول درگاه حق تعالی باشه. و اما همونطور که میبینید برنامه هم یک حال و هوای محرمی گرفت. ما هم انشالله ویژه برنامه هایی را خواهیم داشت برای دهه اول محرم. امید که برنامه های ما را ببینید، استفاده بکنید و ویژه برنامه امروز در خدمت شما عزیزان هستیم. انشالله که تا نهایت برنامه هم همراه ما باشید. عزیزان بزرگواران، اجازه بدین یک سلامی هم با کارشناس محترم برنامه خانم شریفه علیزاده داشته باشم. سلام علیکم خانم علیزاده، بسیار زیاد خوش آمدین. تسلیت عرض میکنم برای شما پیشا پیش ایام محرم. تشکر همچنین. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام احترام خدمت بینندگان عزیز این برنامه. انشاءالله هر جای هستین صحتمند و سرفراز باشید. من هم فرا رسیدن ایام محرم، ایام سوگواری سربر و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله را خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و همه آزادگان جهان تسلیت عرض میکنم. تشکر از شما خانم علیزاده بزرگوار. اما بینندگان عزیز، شماره تماس برنامه زیرنویس میشه. شما عزیزان همین الان هم میتونید که از طریق واتساپ و تلگرام با همکاران ما در ارتباط شوید. نظرات خودتون، انتقادات و یا اگر پیشنهادی در مورد موضوعات مختلفی که در برنامه مطرح میشه، در مورد روند اجرای برنامه ها اگر دارید، ما بسیار خوشحال میشیم نظرات شما عزیزان رو دریافت میکنیم. اما ماه محرم نزدیک است و مشهور است به ماه عزاداری و عزای آل البیت، اهل البیت علیهم السلام، خاندان پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. تمام ما، تمام ما شیعیان مسلمانان و بیان دیگه میشه گفت که تمام عالم در این ماه عزادار میشه. اما نکته ای که بسیار مهم است ایست که ما فراموش نکنیم که عزاداری ارزش بسیار زیادی داره. شور محرمی ارزش بسیار زیادی داره اگر با شعور همراه باشه و در واقع نکات تربیتی و او اهداف تربیتی که شارع مقدس، اهداف تربیتی که بزرگان دین ما مد نظرشان بودن از این مراسمات و از این آینه های محرمی رو ما بتونیم که به او اهداف برسیم، اول از همه درک کنیم و بعد از او به او اهداف برسیم. اما موضوعی که امروز کارشناس محترم با ما و شما در این باره میخوان صحبت بکنن همین مسئله است، آموزه های تربیتی قیام عاشورا، که در خدمت کارشناس محترم هستیم. خانم علیزاده در خدمت شما هست. تشکر. بله، همطور که همه میدانین مکتب عاشورا واقعا درس است، عبرت است، از هر نگاهی که به او بنگریم، از بعد سیاسی، از بعد اجتماعی، از بعد فرهنگی، از بعد تاریخی، و همه برای ما درس است و بلگو هست و عبرت هست. انشاءالله که بتانیم در حد توان خودمون خوشه ای از این خرمن برداریم انشاءالله. و بتانیم
نکات مفیدی رو خدمت شما ارائه بدیم. در خدمت نگاهی شماست. که ما داریم با توجه به برنامه هایی که سابق داشتیم نگاه تربیتی هست. بله. و میخواهیم که از این مکتب آشرا ببینیم چه آموزه ها و چه الگوهای تربیتی ما میتونیم دریافت کنیم. ببینین تربیت دو نوع هست به طور کلی. ما یک تربیت فردی داریم، یک تربیت جمعی داریم. تربیت فردی برمیگرده به شخصیت خود فرد، به اخلاق فرد، به منش یک فرد هست. اما تربیت جمعی تربیتی هست که شما با اون منش و اخلاق خودت در یک جمع تأثیر میگذاری و از یک جمع تأثیر میپذیری. مثلا مثل تربیت سیاسی، تربیت اجتماعی، تربیت اقتصادی، همه اینها تربیت هایی که شما از اجتماع دریافت میکنی و قطعا خودت هم به اندازه خودت تأثیرگذار هستی در تغییر و دگرگونی اجتماعی که داری. خب نگاهی که ما داریم در مکتب عاشورا هم در بعد تربیت فردی برای ما حرف داره، الگو داره، آموزه داره، نکته داره و هم در بعد اجتماعی. بله. و ما میخواییم امروز در همین مطلب انشاءالله خدمت شما باشیم و گپ بزنیم. خب نگاه ببینین، خود تربیت فردی ابعاد مختلف به خود داره، تربیت اجتماعی به همین صورت. یک از ابعاد تربیت فردی تربیت اخلاقی هست. اخلاق هر کس، منش هر کس، رفتار هر کس برمیگرده به تربیت فردی. در تربیت اخلاقی در مکتب عاشورا و ما در خود شخص حضرت ابا عبدالله چیزی که بسیار متبلور هست، جلوه میکنه نسبت به ائمه دیگر، در خود وجود شخصیت حضرت ابا عبدالله عزت مداری ایشان هست که بسیار این نکته و این خصلت و این تربیت فردی ما در ایام محرم، در روز عاشورا، در بین در شخصیت خود حضرت ابا عبدالله بسیار پررنگ ما ای را میبینیم، مشاهده میکنیم. یعنی که ببینین اون تن به ذلت نمیده و با هر روشی که دشمن وارد میشه که بیاین صلح کنیم، حالا یا قوم هستن یا به هر دلیل دیگه ای که، یا حتی یارانشون حتی پیشنهادهای بسیار خوبی میشه که اگر صلح کنیم ما به شما فلان وعده هایی دادن میشه که به شما این وعده های دنیایی، ولی دست عزت خود را به این دنیا به وعده های دنیایی نمی پروشه و حتی با خون خود از عزت اسلام استقامت میکنه و دفاع میکنه و نمیگذاره که زیر بار ذلت بره. خودی برای ما درس است که گاهی وقتا واقعا سختی ها، مصیبت ها ممکنه در شخص زندگی ما پیش بیایه، ولی اون چی که مهم است اون استقامت ما هست که بتانیم عزت خود نفروشیم، عزت خود نگه داریم و خدای نکرده به خاطر چند سبای زندگی یا برای که به او مقامات دنیوی برسیم بالاخره طوری نباشه که تن به ذلت و خاری بدیم. و عزتی که در مکتب عاشورا به عنوان یک درس برای ما میمانه همین است که چگونه امام حسین و حتی یارانشون برای زنده ماندن عزت اسلام، برای زنده ماندن اسلام اصلی خون خود را دادن و تن به ذلت ندادن. چقدر نکته بسیار مهم است خانم علیزاده. وقتی که ما تصور میکنیم من به عنوان یک فرد شاید در برابر مال بتانم این حرف را بزنم که خب من آزارم مالم از دستم بره و عزتم از دستم نره، یا در برابر حتی جان خودم این حرف را بزنم، ولی وقتی که امام حسین علیه السلام جان خانوادهش هم حتی در معرض خطر است، از خانواده عزیزتر و شیرینتر شاید هیچ کس نباشه، از اولاد که از خود انسان هم عزیزتر و شیرینتر است، اما امام حسین علیه السلام در چنین شرایطی او شعار معروف حیات من الذلت که هیچگاه به خاندان، به این خاندان عظیم و شان، به این خاندان بزرگ ذلت حتی نزدیک هم نمیشه، فاصله داره، همیشه عزیز هستن و سعی میکنن عزت خود حفظ بکنن، این حرف را میزنه در این شرایط. ما هم باید الگوگیری بکنیم و بتونیم شناسایی بکنیم موقعیت ها را که آیا این چیزی که ما به عنوان یک شرایطی که فکر میکنم مصلحت اقتضا میکنه من یک کار را انجام بدم، شاید هیچ کس نگویه که مثلا مصلحتی از این بالاتر که جان خانواده ایم است دیگه،
اما مصلحت را کنار میگذاره و عزت را انتخاب میکنه. یک انتخاب بسیار دشوار و ارزشمند است. یکی دیگر از ابعاد تربیتی فردی باز در قیام عاشورا ما می‌دونیم که اخلاص در عمل هست. ببینید اخلاص وقتی شما کاری را بر محض برای فی سبیل الله و رضایت خداوند انجام میدی، این عمل شما رنگ و بوی اخلاص داره و ما اخلاص را در قیام عاشورا می‌بینیم. چرا؟ چگونه بر ما ثابت میشه؟ به این خاطر وقتی عملی که مخلص باشه، اخلاص داشته باشه و فقط برای خدا باشه، ماندگاره. چرا قیام عاشورا در افکار جاودانه شده؟ چرا ماندگار شده؟ چرا با اینکه از سالها گذشته، قرنها گذشته، هنوز زنده، هنوز تازه، هنوز رنگ و بوی خود از دست نداده؟ پس راز ماندگاری قیام عاشورا اخلاص است. بله، اخلاصی که داره. مطمئن باش. خواهش. یک من برنامه رو ببینیم. تشکر از شما. بینندگان عزیز و محترم، شماره تماس برنامه را که دارید زیرنویس شده. اگر که کدام سوال در مورد موضوعات مختلف برنامه یا کدام پیشنهاد دارید با ما در تماس شوید. یک میان برنامه را ببینیم و برگردیم. قال الحسين عليه السلام اللهم إنك تعلم أنه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان ولا التماسا من فضول الحطام ولكن لنري المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك ويأمن المظلومون من عبادك و یعمل به فرائضک و سننک و احکامک. خداوندا تو میدانی که قیام ما برای رقابت در رسیدن به ریاست یا به چنگ آوردن مال و ثروت نیست، بلکه هدف ما این است که دین تو را برپا بینیم، در بلادت اصلاحات را بنمایانیم، بندگان ستم رسیده ات آسود خاطر شوند و به واجب و سنت و احکام تو عمل شوند. بینندگان عزیز و محترم، همچنان شما عزیزان برنامه خودتان، برنامه زنده روشنار از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید. عزیزان و بزرگواران، باز هم تسلیت پیشاپیش به مناسبت فرارسیدن ایام عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام، ما گفتگو میکنیم با کارشناس محترم خانم شریفه علیزاده با موضوع آموزه های تربیتی قیام عاشورا. خانم علیزاده، شما در مورد دو نکته مهم تربیتی و اخلاقی صحبت کردید. ما حسین علیه السلام اولا یک حرکت عزت مدارانه را انجام دادن، هیچگاه عزت خودشان را به هیچ دلیل نفروختند و ذلت را تحت هیچ شرایطی نپذیرفتند تا اینکه در نهایت حادثه عاشورا رقم خورد و ایشان و خانوادهشان، عده زیادی از خانواده و یارانشان شهید شدند و بقیه خانوادهشان اسیر شد و او ماجرایی که همه میدانند. و مسئله دوم اخلاص مداری را شما اشاره کردید که بسیار نکته مهمی است که خداوند در قرآن عظیم الشان میفرماید که عهد ما به کسی، به ظالمان نمیرسه و بارها و بارها اشاره شده به اینکه به انسانهای مخلص هست که میرسه و انسانهای مخلص هستن که میتونن در کنار پیامبر، در کنار ولی کسی باشن که مؤمنان به اون مراجعه میکنن. یعنی به این معنی که مقام بسیار بالایی در نزد خداوند دارن. اخلاص داشتن به این معنی است که فقط خداوند را پیش روی خود داشته باشیم. گاهی خود ما فکر میکنم خانم علیزاده که بسیار کار آسانی است. من فکر میکنم که من خدا را مد نظر دارم، حتی ممکن از جان خود اولاد خودم بگذارم، فکر میکنم اولاد خود تربیت کردم برای خداوند، در حالی که ته ذهنم این را دارم که خب مگم همسایم چقدر خوب، چه انسان شریف است، چه اولادهای تربیت کرده، اولادش همه قاری هستن، یا مثلا بچه مثلا کاکایش رفته شهید شده، حتما بچه از من باید شهید شده که مردم خوب بگن. ما ناخودآگاه خانم علیزاده
متاسفانه گاهی اوقات است که ریا هم همراه بسیار از افعال ما میشه. خب این خیلی سخت است که انسان حقیقتا مخلص فی الله باشه. حقیقتا ببینید کسی به درجه اخلاص میرسه و عملی به اخلاص میرسه که فرد واقعا به یقین برسه که محض الله برای رضایت خدا و برای محض برای خداوند این عمل رو انجام میدم. گاهی وقتا ما ظاهرا در رفتارمون، گفتارمون، اعمالمون ظاهرا فکر میکنیم برای رضایت خداست، ولی در ته فکرمون و قلبمون رضایت دیگران هم برایمون مهمه. این در واقع ما حتی نسبت به افکار خودمون هم اطلاعات درست نداریم، یعنی خودمان را اونقدر خوب نمیشناسیم. بله. من فکر میکنم که من رقم فکر میکنم در حالی که واقعیت یک چیزی. بله. من ظاهرا عمل مخلصانه انجام میدم، مثلا روزه میگیرم یا بچه خود روان میکنم به مکتب اسلامی یا به هر حال روزه برپا میکنم، محفلی میگیرم برای حضرت عبدالله. خب این ظاهر قضیه بسیار خوب است و شاید بسیار از نزدیکان، دوستان، همسایه هم به این خاطر به من احترام بگذاره، مرا تایید کنه، بسیار شاید من از این کار لذت میبرم. از احترامی که دیگران بگذاره، از رضایتی که دیگران داره، از این که دیگران به من یک نگرش مثبت داره، یک فکر مثبت میکنه، من احساس رضایت میکنم. خب این عمل من مخلصانه نیست. زمانی شما میتونه اخلاص داشته باشین که به یقیناً قطعاً برای رضای خدا باشه و برایتون مهم نباشه که دیگران چی فکر میکنن، حتی اگر تمام دنیا با من مخالف باشن، ولی بله. من چون میفهمم که کار به خاطر خداوند است انجام میدم. وقتی من بفهمم و با تمام وجود درک کنم که راه من حقه، این کاری که من میکنم کار درستی هست، اون هست که به درجه اخلاص میسیم. البته خب برای ما انسان های معمولی خب ناخواه سخت‌تر هست، به هر حال چون که اون زمینه فکری یا مطالعه دقیقی یا این که اون شناخت واقعی را شاید ما کمتر داشته باشیم. ائمه ما که معصوم هستند و واقعا به این یقین را دارن که زن، فرزند، کودک، خردسال را همراه خود می‌دارن و یقینا می‌دانستن که در این راه زنده بر نمی‌گردن و به خاطر او اخلاص و یقینی که به هدف خود، به راه خود داشتن روانه شدن و می‌دانستن قطعا شهید میشن، چون اصلا قابل قیاس نبود که تعداد افرادی که لشکر امام حسین داشت با تعداد افرادی که در مقابلشون بودن قابل قیاس نبود و یقینا به این درجه شهادت می‌رسید. ولی این اخلاص و عمل و اون عهد و پیمانی که بسته بود با خدای خودش و با یقینی کاملی که داشت در این راه قدم گذاشت و همین باعث جاودانه بودن این نهضت شد و همین هم باعث شد که ماندگار باشه. ما بس در طول تاریخ بشریت شما مطالعه کنیم بسیار قیام ها، کشتار ها، انقلاب ها شده، ولی همه گرد و غبار تاریخ کهنه کرده، ازشان چیزی نمانده. چرا گرد و غبار تاریخ نهضت عاشورا رو کهنه نکرده؟ ولی عروس پررنگتر میشه. چرا؟ یعنی واقعا راز جاودانگی مکتب عاشورا، نهضت عاشورا همین اخلاصی است که در عمل پیاده شده در مکتب عاشورا و باعث شده که روز به روز تازه تر باشه، گرمتر باشه، پرشورتر باشه. وقتی انسان خانم علیزاده از روی اخلاص یک کار انجام میدن، حالا ما اخلاص میگیم یعنی به خاطر خداوند، حتی یک نفر ممکن اخلاص به خاطر ملتش، به خاطر کشورش کار خالصانه انجام بده، یعنی از جان و دل مایه میگذاره. وقتی که از جان و دل تو مایه میگذاری، این حسی که تو داری میگه آنچه که از جان برایت لاجرم بر جان نشینه، از دل برایت بر دل نشیند، از دلش برخواسته ناخودآگاه به دل دیگه انسان ها هم مینشینه و تاثیر خود میگذاره. بله. هم علیزاده اگر که ما بخوایم الگوگیری بکنیم از امام حسین علیه السلام، یک حرکتی را در هر زمینه، چه حرکت فردی، چه حرکت اجتماعی، حرکت امام حسین یک حرکت عظیم اجتماعی و یک تغییر عظیم اجتماعی بود، اما ما یک حرکت فردی را میخوایم رقم بزنم، چطور زمینه سازی بکنم برای که در من آمادگی ها و تمهیدات روحی ایجاد شد و مثل همه عزت مداری، مثل همه اخلاص مداری در من ایجاد شد تا بتونم به سمت و سوی و هدف خودم برم؟ خب قطعا باید مطالعه داشته باشیم، در مکتب باشه رو مطالعه کنیم واقعا و با تمام وجودمون سعی کنیم که این آموزه ها و این الگوها رو در خود پیاده کنیم. یک وقت ما میشنویم، خب بسیار از تکایا و روزا رو میریم گوش میکنیم و وقتی که بیرون برمیاییم خلاص میشه، فراموش میشه.
یعنی اگر واقعا با تمام عمق وجود پیگیر باشیم، مطالعه کنیم که چرا مکتب آشورا چه رقم بود، چطور شد به این شکل رسید، و او را واقعا چه لحاظ گفتم فردی، چه لحاظ اجتماعی، چه لحاظ سیاسی مورد مطالعه قرار بدیم و سعی کنیم که همه آموزه هایی که میگیریم، الان مثلا در بعد تربیتی اشاره کردیم به عزتمداری، عزتمداری چی هست، این را مطالعه کنیم چه ابعادی داره و چگونه من در زندگی فردی خود میتونم عزت خود را حفظ کنم، خدایی نکرده در مقابل فقر، در مقابل فساد، در مقابل یک مقام عزت خود را دست ندم. این واقعا میخواد که یک مطالعه دقیق داشته باشین، آشنایی داشته باشین و روی شخصیت خود کار کنید، که وقتی که اگر شاید گفتنش راحت باشه، من بگم نه من عزت خود دارم، ولی در عمل وقتی موقعیت تغییر میکنه، آیا عزت داری، میتونی خود نگه داری، آیا به او رشوه ها و یا پیشنهادهایی که دنیایی به تو میشه آیا واقعا میتونی نبگویی، آیا واقعا به او ایمانی که گپش میزنی یقین داری، آیا به او راهی که انتخاب کردی و امام حسین حسینی که میکنی تو به یقین داری و میرسی و روی از او استاد هستی. اینا همش درس هست بالاخره، اگر ما به دنبالش باشیم، روی خود کار کنیم، قطعا میفهمی که آیا ما چقدر از آموزه های مکتب امام حسین رو در وجود خودمان پیاده کردیم یا فقط گپش زدیم. درست است. من خانم علیزاده، بعضی از افراد من در فضای مجازی دیدم که مثلا میگن که بجایی که شما عزاداری میکنین، بجایی که تکه ها را برپا میکنین برای عزاداری امام حسین علیه السلام، از اون زیارت میکنید و اینها، بیاید در مردم فقیر کمک کنید. خب ما میگیم که خب امی فضای تکه خانه ها، فضای مساجد، امی که مردم به دور هم جمع میشن، سال یک بار هم بیشتر نیست، یک فضای را ایجاد میکنه برای که در مورد همین مسائل گپ بزنیم، صحبت بکنیم. وقتی که ملا خوند مسجد میه و شروع به صحبت کردن میکنه، وقت در مورد زوایای مختلف قیام امام حسین علیه السلام صحبت میکنه، اینها همه زمینه هایی میشه برای که ما جوان ها آشنا شویم نسبت به ابعاد مختلف قیام عاشورا، و در کنارش اون نذر و نذرات هم عمدتا خرج مردم فقیر میشه. یعنی یک شور همراه با شعور میشه، در نهایت یک تاثیر اجتماعی بزرگ میگذاره و هیچ کس هم این تاثیر رو نمیتونه انکار بکنه. بله، ببینید، نظر و نظرات دادن و گرم نگه داشتن تکیه خانه ها، مساجد، جلوه های فرهنگ عاشوراست. بله. ما باید اینا رو زنده نگه داریم. اگر پدران ما، بزرگان ما دست من و شما رو نمی گرفتن و در این تکیه خانه ها و مساجد نمی بردن، امروز ما از عاشورا چی می دانستیم؟ درست. اگر ما هم باز این جلوه ها را رعایت نکنیم و این تکیه خانه ها و مساجد را و این محفل ها را گرم نگه نداریم، کودکان ما، آینده های ما چه شناخت خواهد داشت؟ پس باید باشه، این چراغ باید روشن باشه. درست. باید این مسیر باید روشن باشه. و حالا هستن کسانی که بالاخره میگن با نظر نیاز فکر میکنن چیزی کم میشه یا چرا به فقیر نمیرسه. این مکتب خودش مکتبی هست که انسان ساز مکتبی. حالا مردم اون زمان در فقط فقر مادی نیست، در فقر فکری به سر می بردن. یعنی قیام عاشورا این فقر فکری مردم اون زمان، جاهلیت مردم کوفه اون زمان را نشان داد که چگونه با این فقر فکری که داشتند چگونه فروختند، چگونه خود دین خود به دنیای خود فروختن. تو حتی امروز خانم علیزاده و امروز هم هست، امروز همین مشکلات هست، فرهنگی، فرق مادی با تمام ابعاد خودش ممکنه وجود داشته باشه. همین گفتگوی ما و شما شاید یک جرقه‌ای بزنه در ذهن یک نفری که امروز در یک گوشه از دنیا برنامه را نگاه میکنه، برایش جای سوال شده که آیا من کسی هستم که عزت خود حفظ میکنم یا کسی هستم که خدای نکرده به خاطر مسائل مختلف خدای نکرده تن به ذلت میدم، آیا کسی هستم که مخلصانه کار میکنم یا نمیکنم. همین سوال ها خودش میتونه منجر به بسیاری از برکات در زندگی فردش تو میشه. بسیار تشکر. اما بینندگان عزیز و محترم، یک میان برنامه رو ببینیم و برگردیم. حسین علیه السلام سوی مکه شد و این آیت میخواند: فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. از آن شهر بیرون آمد ترسان، چشم می داشت که از پس وی بیایند. گفت: ای خداوند من،
مرا از این قوم ستمکار برهان. و طریق اعظم را ملازم گشت. اهل بیت او گفتند ای کاش از این راه منحرف شوی، چنان که ابن زبیر منحرف شد، تا طلب کنندگان تو را در نیابند. گفت نه، قسم به خدا از این راه جدا نشوم تا خدا حکم کند به هر چه خواهد. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بینندگان عزیز و محترم، سلام مجدد تقدیم به شما عزیزان که برنامه خودتان، برنامه زنده روشنا را از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید. عزیزان بزرگواران، ما گفتگو میکنیم با کارشناس محترم برنامه خانم شریفه علیزاده با موضوع آموزه های تربیتی قیام عاشورا. خانم علیزاده بزرگوار، بله، ما در بعد تربیتی گپ زدیم، خدمت شما عرض کردیم که اخلاص و عزت مداری رو صحبت کردیم از ابعاد تربیت فردی از آموزه های مکتب عاشورا. در بعد اجتماعی هم ما به یک نکته میرسیم که یکی از آموزه های اجتماعی مکتب عاشورا امر به معروف و نهی از منکر است که بارها امام حسین علیه السلام اعلام میکنه که من قیام نکردم مگر برای اصلاح امت جدم رسول الله، چرا که امر به معروف و نهی از منکر را از ارکان دین میدانستن و به این نتیجه رسیدن که باید برای زنده نگه داشتن اسلام، برای که نجات امتی که در گمراهی، که گفتم در فقر فکری یا فقر غیر از بسر می بردن، باید امر معروف و نهی از منکر می کردن و نشان می دادن که این راه شما راه ذلت است، راه خاری است و بیراه همی روید، و باید به اونها نشان می دادن که راه درست چی است، حتی به قیمت جان خودشون و عزیزانشون. من خب یک نکته تربیتی دیگر در بعد اجتماعی که ما از مکتب عاشورا میتونیم داشته باشیم، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب است. خب ما در مکتب عاشورا در حضور زنان قهرمان را هم داریم، زنان همچون حضرت زینب و غیره، که در کنار این که مبارزه میکردن، در کنار این که حمایت میکردن در پشت صحنه جنگ از عزیزان خودشون و اونها را از لحاظ روحی و عاطفی حمایت میکردن، باز ما میبینیم که با بردباری، با صبرشون، با عفت و حیایشون، با حفظ کردن شؤونات اسلامیشون، باعث شد که این مکتب زنده تر بمانه، ماندگار تر بمانه و این یک الگوی میشه، درسی میشه برای زنان امروز ما که فکر نکنن وقتی که کمی برایشون شرایط سخت میشه استقامت هم کم میشه، و یا گاهی وقتا خیلی وقتا میگه که من خب یا حجاب خدا یا بالاخره مسائل دیگر اسلامی خود کنار میگذره، میگه چون شرایطش نیست، چون شرایط ایجاب میکنه. خب برام خیلی جالبه که یک زن مسلمان، زنی که در واقع عاشورا هم حضور داشته، یک زنی که میتونه که الگوی بقیه زنان باشه، یک زن جامع شرایطه، یعنی تمام نکات رو در کنار هم داره، همزمان با حیاست، همزمان عفیف است، همزمان شجاع است، همزمان جسور است، همزمان یک فرد سخنور است، یک فرد عالم است. و خیلی جالب است او تصویری که ممکنه ما از یک زن داشته باشیم، مثلا برخی از فرهنگ ها یک زن را محدود میکنه به کسی که در خانه در پشت درهای بسته است، هیچ کس او را نمیبینه، صدایش نمیشنوه، همین الان هم در کشور ما هست. ولی حضرت زینب کبری سلام الله علیه یک زنی است که چه سخنرانی های قرار میکنه. برخی اوقات بعضی از انسان های باز مدرن فکر میکنه یک زن خوب یک زنی است که بی پروا باشه، همیشه جسور باشه و بسیاری از نکات مختلف اخلاقی و دینی رعایت نکنه، خود بروز بده. او زن یک زن خوب است، کمون که همین الان هم ممکنه در بین مردم و کسانی باشن، تا یک تفکر است، یک نحوی است تفکر است. ولی حضرت زینب کبری در این ای که یک فرد بسیار جسور، یک فرد بسیار قوی و قدرتمند و حامی است، یک فرد با حیا و عفیف هم است، یک زن جامع شرایط، همه ویژگی های مثبت را دارن. متاسفانه در فرهنگ امروزی فکر میکنن که زنی که دنبال علم باشه و دنبال توانمندی خود باشه در همه ابعاد، فکر میکنن که ظاهری پوشیده نخواهد داشت،
یا با اون عفت و حیای او کمتر باشه. در حالی که ما همچین الگوی بزرگی رو در مکتب عاشورا داریم که زنان عفیف، پاکدامن، با عفت، با حیا و در عین حال جسور، قهرمان، در عین حال حامی و مددکار و مددیار اون عزیزانشون هستن در پشت صحنه جنگ. درست. و حتی موقعی که مواجه میشن با صحنه های که نبرد حالا پس از جنگ باشن، باز هم قهرمانانه وارد میشن و ماندگار میشن در تاریخ. اصلا خانم علیزاده، این مشهور است در فرهنگ شیعه ما که میگه حضرت زینب پیام رسان عاشورا است، یک کسی است که یک شعر زیباست که میگه کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. بسیار جالب است، یک زنی که ممکنه تصور ما الان، تصور ما که میگیم منظور جامعه سنتی ای باشه که خب زن نباید و نمیتونه گپ بزنه، پیام بسیار به این مهمی را برسانه، بله. حضرت زینب کبری نشان میده که نه، یک زن هم میتونه، بستگی کاملا به شرایط داره، اگر اقتضا بکنه یک زن هم کاملا هیچ فرقی با مرد نمیکنه. اگر امام حسین در یک جنبه از واقعه عاشورا از خود دلاور مردی نشان داد، حضرت زینب در جنبه دیگه، در سوی دیگه این کار انجام میده. و یک پیام میتونه باشه در جامعه سنتی ما که یک فکر میکنه که زن موجود ضعیف است و باید در گوشه خانه بمانه و مشغول فقط دمو بچه داری و خانه داری باشه، در حالی که اگر ما مسلمان هستیم و مطالعه داشته باشیم، ما زنان قهرمان بزرگی رو در اسلام میبینیم که چگونه در کنار مردانشان جنگیدن، مبارزه کردن، سنگر حفظ کردن، در این حالی که مادر بودن، در این بله، حالی که همسر بله. بودن و حامی و پشتیبان خانواده بودن، در این حال هم اون رسالت اصلی خود انجام دادن و فکر نکنن که زنان محروم هستن. اگر به زن امروز مسلمان امروز بها داده شود و زمینه رشد و شکوفایی از او فراهم شود، زمینه تحصیل، زمینه مطالعه، زمینه تحقیق فراهم شود، قطعا زنان ما هم میتونه خوب بدرخشن در این حفظ پاکدامنی و عفت و حیای خود. درست. خب بحث دیگری که باز از آموزه های مکتب عاشورا میتونیم بگیریم، بحث الگوپذیری است. ببینین، ما در روانشناسی مدرن امروزی هم در روانشناسی معاصر نظریه داریم به نام نظریه یادگیری اجتماعی. نظریه یادگیری اجتماعی میگن که شما از جامعه و از مشاهده اجتماع میتوانین الگو برداری کنین، یادگیری کنین. ببینین چه چیزی که بسیار رواج داره، ما الان میبینیم که بسیار از جوانهای ما از افرادی که مشهور هست در جامعه، از لحاظ پوشش، از لحاظ گویش، از لحاظ رفتار و منش الگو میگیرن و طبق از اونا رفتار میکنن، طبق الگوی از اونا لباس میپوشن و خیلی از مسائل دیگر را سعی میکنن که تطبیق بدن با افرادی که در جامعه مشهور است، حالا چه از لحاظ علمی، چه از لحاظ هنری و غیره. خب وقتی ما واقعا فکر میکنیم که در سیره تربیت ائمه معصومین ما همواره الگو داشتیم و اگر امروزه کمرنگ شده، متاسفانه اگر امروزه میبینیم بچه های ما به جای الگو گرفتن از اون قهرمان های واقعی مکتب اسلام میرن به سمت افراد مشهور اجتماعی امروز، مشکل از ماست، مشکل شاید از مکاتب ما باشه، مشکل از سبک تربیتی ما باشه که کمکاری کردیم و اون الگوهای واقعی را در اولادای خود شاید پیاده نکردیم، آموزش ندادیم، آموزه ندادیم. چرا که ببینید، انسان برای زندگی قطعا نیاز به آدرس داره، نیاز به الگو داره. شما وقتی میخواین یک خانه ای را پیدا کنید، قطعا یک آدرس دارین تا اون منزل به اون خانه را پیدا کنید، وگرنه سرگردان میشین، ما بین کوچه و خیابون میگردین، مگر اون منزل آدرس دقیق نداشته باشین، قطعا عمر شما، وقت شما، سرگردانی شما هست و هدر میره. خب در این زندگی، در این دنیا با تمام این مشکلات، خب ما باید آدرس داشته باشیم، ما باید الگو داشته باشیم که بتونیم راحت‌تر مسیر خود پیدا کنیم و اسلام برای ما الگو گذاشته. بله. مکتب عاشورا بهترین الگوها را برای کودک ما، برای نوجوان ما، برای زن ما، برای مرد ما داره. چرا که یک
مکتب تمام شمول است که در او طفل 6 ماهه بوده، در اون جوان بوده، در اون نوجوان بوده، در اون زن شرکت داشته، در اون مرد شرکت داشته و ما از همه اقشار بوده و ما الگوی به تمام معنا، تمام عیار، تمام وجوه را برای اجتماع واقعی امروز خود داریم، برای نوجوان خود، برای جوان خود، که می توانیم الگو برداری کنیم از مکتب عاشورا و پیاده کنیم او رفتارها، او منشها، او اخلاقیات و اون یقین و اخلاصی که اونها داشتن را سعی کنیم که به جوانان خود آموزش بدیم. همین که ما میبریم دست کودک خود، نوجوان خود میگیریم، میریم ما بین تکیه خانه، این بسیار تاثیرگذار است. حتما تشویق کنم پدر مادر عزیز که وقتی میرین خودتون ما بین تکیه خانه، قطعا کودک خود ببرین، نوجوان خود ببرین و سعی کنین که به اونها مسئولیت بدین داخل یک تکیه خانه. که میره بچه ما چای بریز، دختر ما همین کفشا را جفت کن، ببینین یک احساس میکنه که مشارکت داره، احساس میکنه که گوشه ای از کار را برداشته، احساس میکنه که در مکتب امام حسین این هم یک خدمتی کرده و خود به خود همین که وارد بشه و همین که یک کاری را ولو خیلی اندک و کوچک برداره، قطعا عنایت شامل حالش میشه. البته یک مکتب است، مکتب امام حسین، که تو قدم اول را برداشتی به داخلش، تو دیگه به داخلش جذب میشه، کشیده میشه. بله. شاید بعضی از پدر مادرها بگن اولادای من یا میل نداره یا مثلا نمیره. خب چون الان فضای مجازی هست، موبایل هست، متاسفانه بچه ها مشغولیت زیاد داره، ولی خب توصیه‌ای که من دارم حتما سعی کنین که اولادای خود مشارکت بدین در این مجالس و انشاءالله که تاثیر خود خواهد داشت. بسیار تشکر از توصیه های مشفقانه شما، بسیار استفاده کردیم خانم علیزاده بزرگوار. از شما بیننده های عزیز و محترم هم تشکر میکنم. عزیزان، بیننده برنامه خودتان بودید. در پایان برنامه هستیم، یک دو بیت شعر تقدیم شما میکنم و از حضورتان مرخص میشویم. هر جا که میروم ز غمت دیده پر نم است، هر جا که میروم ز غمت دیده پر نم است، هر ماه من ز داغ تو ماه محرم است. عمری گریستم که موظف بگریم، عمری گریستم که موظف بگریم، گر نه فلک و گریه شود باز هم کم است. عزیزان بزرگواران، باز هم تسلیت پیشا پیش به مناسبت ماه محرم و عزاداری هایتون مقبول درگاه حق تعالی باشه انشالله. به همراهی کارشناس محترم از حضور شما مرخص می شویم. در پناه خداوند مهربان باشید.